الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على عدائهم عداء الله با کسب اجازه و عرض سلام و احترام ادامه مباحث مقدماتی اصول فقه رو خدمت شما تقدیم میکنم در آخرین مبحثی از مقدمه اصول فقه بحثی مطرح شد تحت عنوان اینکه الفاظ که برای عبادات وضع می شوند آیا برای مصادیق صحیحشون وضع می شوند یا برای مصادیقی که اعم صحیح و فاسد باشد در جلسه گذشته در این باره نکات مقدماتی توضیح داده شد و اجمالا بیان شد که چگونه ما می توانیم الفاظ را برای مصداقهای های صحیح یا برای مصداقهای های اهم صحیح و فاسد وضع کنیم و ثمره ای که برای این بحث قابل تصور هست مورد اشاره قرار گرفت که اگر ما قائل به وضع الفاظ برای مصادق صحیح شدیم در اون صورت در صورت شک در یک قیدی و شرطی و جزئی نمی توانیم به اصالت اطلاق مراجعه کنیم اما اگر قائل شدیم که الفاظ برای بر اعم مسئله و فاسد و شدن در صورت شک در جز یا در قید یا در یک احتمال دیگر می توانیم برای بر نفی آن به اصالت و اطلاق مراجعه کنیم قائلین به صحیح یا صحیحی ها در صورت شک فقط می توانند به اصول عملیه مثل اصالت البراعه یا اصالت الاحتیاط مراجعه کنند و علتش هم این بود که در صورت قائل شدن به صحیح ما در موردی که شک میکنیم که آیا یک جزئی برای یک مأمورون به دخالت داره یا ندارد در واقع ما در صدق عنوان مأمورون به شک داریم و در صورتی که شک در خود عنوان مأمورون به صورت بگیرد در اونجا نمیتوان به خاطر نفی یک احتمال صلات اطلاق را اعمال کرد اما کسانی که قائل به اعم هستند اینها شک در عنوان مأمورون به ندارند عنوان مأمورون به کاملا مسلم هست که تحقق پیدا کرده است فقط شک در یک احتمال اضافه بر آن وقتی پیدا می شود می به اصالت الاطلاق عمل بکنند این بحث در جلسه گذشته مطرح شد بحث دیگه که در این مطلب وجود دارد اقوال است که می توان به اونها اشاره کرد دو تا قول معروف و مشهور در این زمینه وجود دارد یک قول این است که قائل هستند که الفاظ عبادات برای مصادق صحیح وضع شدن و یک قول دیگر هم قائلا بر این که نه برای اعم صحیح و فاسد وضع شدن قول کسانی که قائلن که صحیح باید موضوع اون الفاظ عبادات باشند نظر مرحوم آخوند خراسانی و عده دیگر هستند اما کسانی که قائل به اعم مسئله و فاسد هستند یکی از اونها مرحوم مزفر هست که نظرشان رو ما در این کتاب مورد بحث قرار می دهیم همون گونه که اشاره شد مرحوم مزفر نظریه برگزیدش در این بحث این است که الفاظ برای اعم صحیح و فاسد وضع شدن دلیلی که کهشان به صورت خیلی کوتاه و مختصر به آن اشاره می کنن دو تا دلیل هست یکی بحث تبادر هست که ما وقتی نگاه می کنیم چیزی که از این الفاظ به ذهن ما تبادر می کند اعم از صحیح و فاسد هست مثلا لفظ نماز هم بر مصداقهای صحیح هم بر مصداقهایی که صحیح نیست و فاسد هست گفته می شود این تبادر نشانه این است که بالاخره موضوع این الفاظ همان اعم و فاسد هست و دلیل دیگرشان هم عدم صحت سلب از فاسد هست که ما وقت لفظ را میخواهیم صلب کنیم از مصداقی که تمام اعضا و شرایطش کامل نیست میبینیم که سلب نمیشود مثلا وقتی یک نماز که با هفتش جز خوانده می شود هرچه سعی می کنیم که بر این کار عنوان سلات و نماز را اطلاق نکنیم ولی هرچه تلاش می کنیم می بینیم صحت سلب ندارد بلکه بر اون کار هم نماز صدق می کند و از این که صحت سلب نمی توان انجام داد یا نمیتواند داشته باشد معناش این می شود که پس الفاظ در اعم مسحه و فاسد وضع شده و موضوع هم امون موضوع لی اعم هست این دو تا دلیل هم به صورت اجمالی نظر مرحوم مصنف رو بیان می کند تأیید می کند اما اشکالی مهمی که اینجا مطرح هست این است که بالاخره ما وقتی می خواهیم در وضع همون گونه که در ابتدای این مباحث هم بارها به با اون اشاره شد در وضع الفاظ هم باید الفاظ تصور بشود یک نوع شناخت نسبت به اونها پیدا بشود هم موضوع که معنا هست اونا هم باید به گونه مورد تصور قرار بگیرد با این حساب حالا اشکالی که مطرح می شود این است که بالاخره ما در مورد این ماهیت موضوع اونلی الفاظ عبادات وقتی نگاه میکنیم میبینیم می بینیم خیلی تفاوت های بین این مصادیق پیدا می شود و تعدد و تکسر بین اینها دیده می شود با این وضعیت اشکالی که پیدا می شود این است که چگونه ما می توانیم در مقام وضع الفاظ عبادات برای اعم و فاسید یا حتی برای صحه ما این موضوع را تصور کنیم و یک نوع معرفت اجمالی حتی اگر نشود تفصیلی به اون پیدا بکنیم برای فهم این اشکال چند نکته را باید به با اون توجه بکنیم نکته اول درباره ماهیت هست که ماهیت ها را ما در نظر میگیریم ماهیات یا حقیقی هست یا مجعول هست مثلا انسان درخت و خیلی از اشیای خارجی که ما مشاهده میکنیم اینا دارای ماهیت خارجی و حقیقی هستند اما بعضی چیزا هم هستن که نه به صورت مجعول ساختگی دارای یک ماهیت شدن مثلا خود نماز و حج و خیلی از کارهای دیگه که ما به عنوان یک عمل خاص اینها را تصور میکنیم دارای یک ماهیتی است که توسط شارع اینها به وجود آمده خب پس ماهیت یا حقیقی است یا مجعول ماهیت مجعول هم یا ماهیت بسید هست یا ماهیت مرکب اگر ماهیت بسید باشد مثل زوجیت مثل ملکیت و امثال اینها که در اثر ایجاب و قبول در اثر عقد نکاح و امثال اینها به وجود می آید که یک چیزی بسید هست یا وجود پیدا می کند یا وجود ندارد این ماهیت مجعول بسید هست ماهیت های مجعول مرکب هم زیاد هست که خود نماز و حج و مسائل دیگر وقتی نگاه میکنیم هر کدامشان دارای اجزای مختلف و متعدد هستند خب این هم ماهیت مجعول مرکب هست ماهیت مرکب باز وقت دقت میکنیم میبینیم اجزایشان یا از یک مخوله تشکیل میشود مثل ده عدد ده هر چیزی که ده, ده, تا باشد اینا رو وقتی نگاه میکنیم مرکب هست از اجزایی که از یک جنس هست یعنی ده وقتی بخوایم تجزیه کنیم به ده تا یک تبدیل میشود که هر کدامشون یک چیز رو نشان میدهد و از یک مقوله هستند اما گاهی اجزای یک مرکب مجهول یا ماهیت مرکب مجهول هم نه چیزهای مختلف هستند که اونها وقتی نگاه میکنیم مثلا خود این نماز را انسان دقت میکند میبیند در آن اجزای مختلف از قرائت گرفته تا رکوع تا سجود تا قیام تا قعود و خیلی اجزای پراکنده تشکیل می شود این هم ماهیت مجعول مرکبه که اجزایشان دارای مقوله های مختلف هست حالا این ماهیت مجعول بحث اصلی ما هست که بالاخره ما در الفاظ عبادات بحث میکنیم و عبادات هم ماهیت مجعول داره توسط جائل و توسط شاره اینها شکل گرفتن خب در این ماهیت مجعول باید بحث کنیم که اینها وضعشان چگونه است و موضوع لهشان چگونه است الفاظی که برای این گونه عبادات وضع می شوند در واقع به نظر مصنف وضعشون عام و موضوع لایشان هم عام میتونه باشد حالا وقتی ما درباره یک از این مصداق خواهد. مثلا نماز دقت می کنیم می بینیم که ماهیت نماز خب حالا دو تا ماهیت میتونیم براش در نظر بگیریم یک ماهیتی که مصداق صحیح رو نشان بدهد یک ماهیت که اعم از صحیح و فاسد باشد یا مصادق فاسد رو نشان بدهد در میان هر کدام اینها هم وقت دقت می بینیم مراتب مختلف و مصداقهای متعدد قابل تصور هست حالا با این تصوری که ما از یک ماهیت مرکب داریم که اینها دارای مصادیق مختلف و هر مصداق هم دارای یک ماهیت خاصی هست اشکال اینجا پدید می آید که بالاخره چگونه ما می توانیم این ماهیت که مرکب از اجزای پراکنده هست و هر کدام هم میتوانند مسادق متعدد و ماهیت های مختلف به خود بگیرند اینا رو در مقام وز تصور بکنیم آیاش واضح الفاظ توانسته است یه تصور از این الف... از الفاظ یا موذون داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد کسی که اشکال را مطرح کرده است نظرش این است که بالاخره واژه نمیتواند تمام این مسادق مختلفی که تشکیل دهنده مصداقهای صحیح و فاسد هستند رو تصور کرده باشد تا لفظ را برای آن وضع کرده باشد این اشکالیه که مطرح می شود در جواب این اشکال بیان داشتن که درست است که ما مصادق مختلف، ماهیت های مختلف میتونیم اینجا مشاهده بکنیم مشکلاتی در تصور آن ممکنه دیده بشود ولی این مشکل در حدی نیست که ما نتوانیم یک تصویر جامعی از این ماهیت های مختلف و متعدد تصور کنیم یا درست کنیم به خاطر این که ما وقتی به اشیاء مرکب به مرکبات نگاه میکنیم میبینیم اینا دارای انواع و اقسام مختلف هست مثلا بعضی از مرکب ها هستن که اجزای محدود و معین دارد که مثلا یک چیزی که میخواد مرکب بشود از پنج جز تا این پنج جز همه با هم تحقق پیدا نکرده باشن مرکب هم شکل نمیگیرن خب مثل عدد ده هست مثلا این ده باید تمام اجزایش کامل باشد تا بشود ده و اگر یک جزش کم باشد می شود نه اگر یک جز اضافه می می شود یازده پس اینا جزء ماهیت مرکبی هستند که اجزایشون خیلی مشخص و محدود هستند و معین هستند اما بعض از مرکب ها هستند که تعدادی جزء اقلش مشخص هست مثلا از نظر کمی و از نظر کم بودنش تعدادش معین شده است که مثلا از دو تا به بالا باشد اما از نظر کسرت تعدادش مشخص نشده است بسیار از مرکب ها هم به همین شکل هستند خب در اینجا هم ما وقتی نگاه میکنیم ایشان مثال میزنه برای تصویری یک قدر جامعه به کلمه و کلام مثلا ما وقتی نگاه میکنیم که آیا این کلمه که وضع شده است برای مصادیق خودش مصداقهای کلمه چگونه تصور شده است؟ آیا واژه توانسته است تمام مصادیق کلمه را تصور کند بعد لفظ کلمه را برای اون وضع بکند یا نه؟ اصلا قدر جامعه کلمه چی میتواند باشد؟ که مرحوم مزفر مثال میزنه به این که میفرماید ما می توانیم در همین مورد هم حتی یک عنوان عام رو تصور بکنیم همین عنوان رو وقتی ما به صورت اجمالی تصور کردیم میتونیم این رو به عنوان آینه برای تمام مسادقش در نظر بگیریم عنوان عامی که میتونیم به عنوان موضوع اون در نظر بگیریم کلمه تشکیل شده از دو حرف الف با هست مثلا از دو حرف الف با و بالاتر از آن تا هفت حرف را اگر یک چیزی تشکیل شد ما به اون می توانیم کلمه اطلاق بکنیم حالا این که موضوع الفاظ موضوع کلمه هایی که با مثل متعدد و خیلی متکثر و می توان گفت بی نهایت در عالم وجود دارد موضوع همین عنوان عام هست که هر کلمه که اگر از دو حرف به بالا شکل گرفت خب کلمه بر آن اطلاق می شود حالا این موضوع له وقت مشخص شد با این عنوان حروف الف بایی که تشکیل دهنده کلمه هست یک مرتبه الف و با هست مثلا تشکیل میداد اب را الف و میم هست تشکیل میداد ام را یا و دال هست تشکیل میداد ید را و به همین ترتیب تمام حروف الف بای زبان عربی رو یا در هر زبان دیگر ما وقت در نظر میگیریم از ترکیب دو تا به بالا وقت نگاه کنیم عنوان کلمه بر آن صدق میکند و این قدر جامع میتونه باشد این به این شکل میتونیم در کلمه ما قدر جامع تصور بکنیم حالا به همین ترتیب ما میتوانیم بیاییم در محل بحث هم همین مطلب را پیاده کنیم که مثلا وقتی ما نماز را میخواهیم بر مصداق اعم و فاسد وضع بکنیم برای همین های فاسد نماز هم یک قدر جامع تصور میکنیم مثلا وقتی نگاه میکنیم دقت میکنیم فرض کنیم نماز دارای یازده جز هست بعد یک حداقل برای نماز در نظر میگیریم میگیم هر پنج یا از این اجزا اگر در جای تحقق پیدا کرد لفظ نماز بر آن سرخ میکند و اون موضوع لفظ نماز میتونه باشد حالا این پنج جزء در قالب هر پنج جزئه که شکل بگیرد خب موضوع اونله تحقق پیدا کرده است حالا بقیه اون شش جزء دیگر ممکنه متفاوت باشد ممکنه شش جزء دیگر هم با این پنج جز باشد یازده جز به طور کامل هم باشد نماز بر آن صدق می کند شش جزء نباشد پنجش چهار جز و سه یا دو تا یا یک جزء دیگر هم نباشد باز هم عنوان نماز بر آن صادق هست و به این ترتیب ما می توانیم یک قدر جامع برای الفاظ در نظر بگیریم موضوعی الفاظ همان قدر جامعه را قرار بدهیم و بعد هم به صورت حقیقی هم بتونیم بر آن استعمال بکنیم بله ایشان میفرماید در قول صحیح کسانی که قائل به صحیحی هستند اینها نمی توانند یک قدر جامع تصور بکنند چرا چون نمی شود واقعا یک نماز صحیح برای کسی که هیچ توانی برای انجام دادن نماز جز به اشاره ندارد حالا این شخصی که توانی اشاره کردن داره فقط اگر نمازش را با اشاره میخواند این نماز صحیح است یعنی وظیفه این شخص همینه و برای این شخص این نماز جزء مصداق های صحیح به حساب می آید در حالی که برای یک کسی که کاملا توانمند هست و تمام اعضا و شرایط را باید به جا بیاورد خب نماز او دارای اعضای متعدد هست بین این نمازی که با اشاره خوانده میشه و بین اون نمازی که تمام اعضا و شرایط خودش رو دارد نمیتوان یک قدر جامع را تصور کرد تا این که او را موضوع لفظ قرار داد بنابراین به صورت خلاصه اون نظر مرحوم مصنف معلوم شد که شان قائل است به این که الفاظ برای اهم است و فاسد وضع شده است و اگر کسی اشکال کند که چگونه می توانید برای اهم قدر جامع در نظر بگیرید اشان بیان داشت که ما می توانیم بالاخره یک عنوان جامع را تصور بکنیم که اون عنوان جامعه اگر وجود داشت حالا بقیه اعضا و شرایط به صورت تغییر و تبدل و جا هم اگر شکل بگیرن یا نگیرن ضرر به صدق عنوان نمی کند بله کسانی که قائل به صحیح هستن اینا نمی پاسخی پاسخ برای این اشکال داشته باشند. اونا نمیتونن قدر جامعه برای موضوع این الفاظ تصور بکنن اینم خلاصه این درس هست که عبارت رو ملاحظه کنید المختار فی المسئله نظر برگزیده مرحوم مصنف درباره این که الفاظ برای بر صحیح و شدن یا برای بر اعم از صحیح و فاسد میفرماید اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات خب مقدمات بحث را ما در درس گذشته شناختیم میفرماید فالمختار عندنا هو الوضع للاعم اختیار و نظر برگزیده ما این است که الفاظ برای بر اعم وضع شدن دلیلی که بر این مطلب قامه کردن یکی از تبادر که ما وقتی لفظ رو به کار میبریم این لفظ هم بر صحیح گفته میشه هم بر فاسد و عدم صحت سلب از فاسد که ما نمیتونیم نماز را بر کاری که پنج جزء از نماز را داره مثلا سلب کنیم اونم نماز گفته میشه و هما امارت ها الحقیقه که ما تقدم که در بحث نشانه های حقیقت و مجاز همین تبادر و عدم سعد صد جزی نشانه های معنای حقیقی بود که در اینجا وقتی این دوتا را داریم یعنی موضوع الفاظ موضوع و معنای حقیقی الفاظ میتونه همون اعم باشد حالا در این نظر یک اشکال مطرح هست که تحت عنوان وهم و پاسخان را هم تحت عنوان دفع مطرح کرده است اول اشکال الوهم قد یعتر از علی المختار فیقال گاه اشکال می شود و اعتراض می شود بر این نظر اختیار شده یعنی نظر اعمی و این گونه گفته می شود که انه لا یمکن الوز به زائل اعم اینجا ما نمیتونیم الفاظ را وز کنیم برای قول اعم چرا لان الوضع له یستد یا نتصور معنی کلی جامعا بین افرادی و مسادقی هو الموضوع له چون وضع را قبلا ما دانستیم که وضع برای اعم استدعا دارد یعنی خواهش دارد که ما تصور بکنیم یک معنای کلی جامع بین افراد و معنای کلی جامعه بین مصادیقش را که اون موضوع له لفظ باشد باید در لفظ هم لفظ هم موضوع له به صورت کامل حالا یا تفصیلی یا اجمالی تصور صورت بگیره در موردش کما فی اسماء الاجناس که در مورد اسماء اجناس ما داریم که هم وضعشان عام هست هم اونلهشان عام هست و کذالک الوضع صحیح و همچنین اگر ما آمدیم لفظ را برای مصداق صحیح وضع کردیم و موضوع اونله لفظ را مصداق صحیح دانستیم بازم استدعا دارد تصور کلی جامع بینی مراتب و افراد صحیح را که اونجا هم مراتب مختلف و افراد مختلف داره یک قدر جامع اونجا هم ما باید در مقام وضع تصور بکنیم ولا شک ان مراتب الصلاح و بدون شک بدون شک مراتب نماز مثلا وقتی ما بین مصداقهای های متعددش نگاه میکنیم مثلا الفاسده و صحیحه کثیره متفاوته وقتی این مراتب مختلف نگاه میکنیم هم مصداقهای صحیحش هم مصداقهای فاسدش هم تعدادش زیاد هست هم تفاوت های بین اینها وجود دارد ولی لیسا بین قدر جامع و بین اینها قدر جامع دیده نمی شود که صحیح باشد وضع لفظ در مقابل آن که ما تصور کرده باشیم این قدر جامع را بعد لفظ را برای همون متصور خود وضع کرده باشیم چنین چیزی مستشکل میگه وجود نداره توضیح بیشتر اینه که ان ای جزء من اجزاء الصلاه حتی الارکان میگه هر جزی از اجزای نماز رو ما در نظر بگیریم حتی ارکان نماز را حتی همون تکبیرت و و رکوع و سجود و قیام و امثال اینا را ما در نظر بگیریم اذا فرز عدمه اگر فر شود عدمش مثلا بگیم نماز بدون تکبیرت و لحرام یسح صدق اسم الصلاه علی الباقی می تکبیرت هم نداشته باشد بر باقی اعضای نماز نماز صدق می کند یا اگر تکبیرت و لحرام داشته باشد اما مثلا یک رکوعش از بین رفته باشد یا یک سجده از بین رفته باشد بازم نماز بر آن صدق می کند بنا بر قول به اعم کما یصح و, و مع وجوده معوجوده و فقدان و غیره من الازده همون گونه که نماز بر مصداقه که تمام شرایط و همه اجزایش هم وجود داره اینجا هم وقتی نگاه میکنیم بر او هم نماز صدق میکند کما یصح و صدق و هو چنانچه که همون اسم سلات بر وجودش و فقدان غیرش از بقیه اجزا هم ما میبینیم اجزای دیگر اگر جا به بشود باز نماز بر آن صدق میکند و علیه یکون و کل جز این مقاوم من لسلات عند وجوده بنابراین این گونه فرض می شود که هر جز در وقتی که وجود دارد مقویم نماز باشد غیر مقوم این دادمه اما وقتی نباشد مقوم نباشد خب این اشکالی که اینجا ممکنه دیده بشود فیلز متبدل فی حقیقت الماهیه بعد لازم می که ماهیت نماز تبدل پیدا بکند جا به جا بشود یک مرتبه ما نماز بدون تکبیرت الاحرام میگیم یک دفعه با تکبیرت الاحرام در صورت که با تکبیرت الاحرام گفتیم تکبیرات الاحرام میشه مقوم نماز در جاییم که تکبیرات الاحرام نداشته خب اونجا نماز گفته میشه اونجا میشه غیر مقوم نماز خب در یک جا و الاحرام جزء ماهیت هست در یک جا جزء ماهیت نیست ماهیتی که و الاحرام داره با ماهیتی که تکبیرات الاحرام نداره دو چیز هست خب به این شکل ما تبدل در حقیقت ماهیت رو مشاهده میکنیم بل تردید و فیها عند وجود تمام الاجزا بلکه حتی ما میتونیم در همین نماز وقتی تمام اجزایش هم وجود داشته باشد شک کنیم بالاخره لان ای جزء من لو فرز عدم او صدق الاسم علی حاله به خاطر اینکه هر جزی از همین اجزایی که کاملم هست فعلا اگر ما عدمش را فرض کنیم بازم در صدق اسم اشکال پیدا نمیشه و اسم نماز همچنان بر آن صدق میکند و کل من هما هر کدام از این تبدل و تردید که گفتیم در یک حقیقت پیش می آید غیر معقول این اینا درست نیست چرا از ان کل ماهیت تفرز لا بودن تکون متعینه فی حد یا به خاطر این که هر ماهیتی که فرض می شود باید فی حد ذاته یعنی اصل و اساسش باید مشخص و معین باشد و این کانت مبهم همین جهت تشخصات الفردیه هرچند ممکنه در جزیاتش اشکالات و ابهامات وجود داشته باشد اما اصل و اساسش کاملا باید مشخص و معین باشد و تبدل و تردید فی ذات الماهیه اما تبدل و تردید وقتی در ذات یک ماهیت پیش می آید معناش چیه؟ ابهام ها فی حد ذات معناش این است که این ماهیت در حد ذات خودش هم مبهم هست در حالی که ماهیت باید فی ذاتی مشخص باشد اینجا وقتی تبدیل و تبدل و تردید پیش می آید معناش اینه که همینجا ذات ماهیت هم هنوز مشخص و معین نیست کاملا مبهم هست و هو مستحیل و این محال هست در واقع محال به این معنا که دیگه ما نتونستیم یک ماهیت رو در مقام وضع تصوری ولو اجمالی داشته باشیم وقتی این گونه شد دیگه وضع درست نخواهد بود این اشکال یک مطرح شد و خلاصه اشکال هم این بود که ما وقتی در مصادیق و مراتب مختلف عبادات نگاه میکنیم نمیتونیم قدر جامع برای اونها تصور کنیم تا در مقام وضع اگر همون قدر جامع را ما تصور کرده باشیم وضع در مقابل آن صحیح باشد این اشکال هست الدفع جوابش این است که از تبادل فی الاجزا و تکسر و مراتب در لایم نه من فرض قدر این مشترک جامعه بین الافراد میفرماید که این تبادل در اجزا درست پیش می آید در یک نماز تکبیر نیست در یک نماز قرائت نیست در یک نماز رکوع نیست در یک نماز سجده نیست بالاخره این تبدل اجزا وقتی پیش می آید یا مراتب فاسده هم می بینیم در یکی پنج جز هست شش جز نیست در یک پنج نیست در یک چهار جز نیست و این که هم نیستن بازم جابجا جا هر کدام در یک موردی پیدا می شون. این تبادل در اجزا و تکسر مراتب مانع نمی شود از فرض قدر مشترکی که جامعه بین افراد باشد ما می توانیم با وجود همه این تبدلات و پراکندگی ها هم یک قدر جامع تصور بکنیم و لا یلزم و تردید فی ذات الحقیقت الجامعه بین الافراد این تبدل و تردید هم که پیش می آید این در ذات حقیقت جامع پیش نمی آید بلکه اینا در جزئیات هاشیهی هستند حالا مثال میزنه با این مثال میخواد این مطلب رو توضیح بده و هذا نظیر لفظ کلمه نظیر لفظ کلمه را شما در این جام تطبیق بکنید ما وقتی نگاه به خود لفظ کلمه میکنیم الموضوع لما ترکبه من حرفین فساعدن که لفظ کلمه وضع شده است برای هر چیزی که ترکیب شده از دو حرف بیشتر باشد موضوع لش اینه ویکون یکون الجامع بین الافراد هو ما ترکب من حرفین فساعدا قدر جامعش این است که از میان همه حروف الف با اگر دو حرف با هم ترکیب شد موضوع کلمه در واقع موضوع کلمه خواهد بود مع ان الحروف کثیره با اینکه دو تا از میان حروف متعدده و از حروف فراوان هست فروب به ما کلمه من الالف و البا حالا میبینیم ترکیباتی که از این حروف پیش میاید خیلی میتونه بی نهایت حتی باشد که کلمه از اون حروف تشکیل می شود از الف و با تشکیل میشه میشه اب و صرف می کند بر همین اب این که این اب کلمه هست و رو به ما تترکب من حرفه این آخرن از دو حرف دیگر این کلمه به وجود می آید مثل ید و یست و ها انها کلمه بازم میبینیم که بر این هم کلمه صرف می کند و ها کذا هر حرف دیگر دو تا حرف دیگر در نظر بگیریم در عنوان موزونله موزونله کلمه داخلا کل حرف يجوز ان ای ایکون داخلا و خارجا فی مختلف کلمات خب حالا این 28 حرف در زبان عربی مثلا وقتی نگاه میکنیم در خیلی جا یک حرف هست در خیلی جا هم نیست و میبینیم یک حرف در یک جا داخل در یک جا هم خارج هست اما اسم کلمه همچنان بر اون کلمات صدق میکنن و کیفیت تصحیح وزن در این مورد کلمه این است که این الوازی تصور اولا جمعی الحروف الهجاییه واضح آمد از کل حروف 28 تا حرف زبان عربی را یا 29 حرف حالا هرچی کدوم باشد همه را تصور کرده بعد باز می میکند لفظ کلمه را به ازای یک طبیعت مرکب از دو حرف و بالاتر تا هفت حرف مثلا میگه از میان این حروف الف با هر زمان دو, دو حرف یا سه حرف یا چهار حرف یا پنج یا شش یا هفت حرف با هم ترکیب شد بر اون کلمه گفته شود این گونه وضع میکند و الغرز من التقلید به قول نفس سایدن ما می میگه دو حرف و بالاتر این قید فسایدن را که میخوایم بیاوریم برای این است که کلمه صدق میکند بر بیشتر از دو حرف همان گونه که بر همون دو حرف صدق میکند لذا این قید برای این بود که دائره موضوع را سه و گسترده بسازد و لا یلزم تردید فی الماهیه خب با این تردیدهایی که پیش می در ماهیت کلمه تردید پیش نمیآید چرا؟ چون ماهیت موضوع اون کدام هست هی طبیعت و لفظ کلی المترکب من حرفین فسایدن چون اون ماهیتی که موضوع اون هست این است که از تشکیل شده از دو حرف و بالاتر باشد خب این ماهیت رو در همه این کلمات میتونیم ببینیم ولو این, که این کلمات از کدوم حرفا تشکیل شده اون مهم نیست و تبدل و تردید تر تر یا این نما یکون فی اجزای افرادا تردید و تبدل که پیش می آید در حروف الفبا با هست و قدوسه ما ذالک بالکلی فی المعین که اسم دیگه هم برای آن می توان در نظر گرفت و نام می شود به کلی در معین که ما دو, حرف از 28 حرف را در معین نامگذاری میکنیم یعنی در این حروف الفبا با که تعدادش مشخص هست اول کلی المحصور فی اجزاء معینه یا میگیم که این کلمه چیزی است که مرکب باشد از دو حرف از محصور تعداد محصور، از حروف محصور که وجود داره در اجزای معینش و فی المثال اجزاء المعینه هی الحروف الهجائیه کلها که دو حرف از همین 28 حرفی که معینه و مشخصه این تصور شده و لذا خب حالا این مثال بود برای اینکه مطلب رو در بحثی که فعلا در آن هستیم بخواد تطبیق بدهد تطبیق مثال بر محل بحث میفرماید و علا ها زاین بقیه یقاز لفظ و سلات مثلا میشود به این شکل قیاس کرد لفظ نماز را مثلا به این شکل موزونلش رو را تعیین کرد فا این یمکن که انتصور و, و جمعی از سلات فی مراتبها کلها میتونیم اول تمام مراتب نماز را در نظر بگیریم که بگوییم چقدر مصداقهای متعدد میتونه نماز داشته باشد چقدر مراتب مختلف میتونه داشته باشد و هی ای حاضل ازا وقتی تمام مراتب را یک مرتبه تصور کردیم این ازا معینه معروفه کل حروف الهجاییه خب بالاخره ازای نماز مشخص هست تعداد بینهایت که نیست مشخص حالا 20 تا 10 تا هر چقدر بتونیم ازای نماز را تصور بکنیم اینا را اول یک تصور اجمالی داریم که نماز متشکل از همین اجزا هست خب وقتی این رو متوانستیم به صورت معین تصور کردیم فیض اول لفظ به ازا طبیعت العمل المرکب من خمسه اجزا منها حالا میاییم و از میکنیم لفظ سلات را برای یک کاری که مرکب هست و تشکیل شده از پنج تا از این اجزا مثلا حالا ما اگر برای نماز یازده جز در نظر گرفتیم میگیم هر زمان پنج جزی از این یازده جز در یک جا جمع شد بر آن نماز گفته می شود خب مثلا یا پنج جز یا بالاتر از پنج جز فر این وجود تمام الاجزا حالا اگر تمام اجزا وجود داشتن تحقق داشتن یست و قال المرکب ان و سلات اگر یازده جز کامل بود بازم بر آن سلات گفته می شود و عند وجود بعضی ها اما اگر از این یازده جز شش جزءم نبود فقط پنج جزء باقی بود علا اقل عل عل تقدیر که همون پنج جزء حتما باید باشد چون اون قدر جامع هست اگر اون نباشد دیگه سلات گفته نمی شود اگر پنج جزء بود و شش جزء دیگر هم نبود دست و اسم سلات ایزند بر این هم نماز گفته می شود خب وقتی این گونه ما قدر جامع توانستیم تصور بکنیم دیگه می توانیم این وضع الفاظ را هم درست کنیم که بله لفظ عبادت وضع شده برای اون قدر جامع حالا این قدر جامعه یک مرتبه هست که با تمام اجزا و شرایطش کامل می یک زمان نه قدر جامع هست بعضی از اجزای دیگرش ممکنه نباشد بل الحق ان الذي لا يمكن تصور الجامع فی و خصوص المراتب الصحيحه میگم حق این است که کسی که قائل به صحیحی هست و لفظ عبادات رو برای مصداق صحیح فقط قائل هست اون نمیتونه یک قدر جامع درست بکند و هاز المختصر لا یسع و تفصیل و که این مقام گنجایش بحث طولانی در این باره را ندارد و ما فقط اشاره کردیم که در مصداق صحیح ما وقتی یک نمازی که برای کسی که توان ندارد جز اشاره کردن که او برای او صحیح حساب می شود بین این نماز و بین نماز که تمام اعضا و شرایطش کامل هست نمیتونیم یک قدر جامع را تصور کنیم تا لفظ نماز را برای آن وضع کنیم و اگر قائل به ام بودیم تصور قدر جامع ممکن بود و با این تصور میتونیم وضع الفاظ عبادات را برای اعم هم کاملا درست بدانیم امیدوارم که مورد توجه و دقت شما قرار گرفته باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء